سلام، وقت و وقتتون بخیر. در ایران عزیز، دوستان اگر صدا و تصویر رو دارید تاییدیه بدید که من بدونم صدا و تصویر اوکی هست که بتونیم بریم و وبینار رو شروع کنیم. صدا و تصویر اوکیه. سم عزیز، زینب عزیز، سعید، علیرضا، محمد، اونوریک، آقای محمد، سیمین، صبح همتون بخیر و امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب، میخوام به تحلیل بازار بپردازیم. یه کلیتی رو بررسی کنیم، ببینیم بازار چه خبر بوده و چه چیزایی در پیش رو داریم. برای دوستانی که بار اول شرکت کردن، طبق همیشه راه های ارتباط با ما رو میبینید. من خود این سفر رو مرتب کنم. ایمیل اول webinars.ayarat@forex.com ایمیل مستقیم بنده است. سوالاتی که در مورد وبینار ها دارید یا در مورد مسائل فنی دارید، چیزایی که مربوط به تحلیل تکنیکال یا مسائل فنی، لطفا از طریق این ایمیل با من در ارتباط باشید. سوالی که در مورد خود شرکت دارید یا مسائلی که مربوط به نحوه باز کردن حساب ها، شارژ حسابتون و غیره هست رو میتونید از طریق ایمیل دوم بپرسید. کانال تلگرام و شماره تلفن ما هم اینجا هست، میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. خب، بریم و شروع کنیم. و یه باز دوباره این مسئله همیشه باید عرض کنم خدمتتون، اونم این که این مواد آموزشی به عنوان اطلاعات عمومی بازار فارکس و تجارت آنلاین هستند و هدف تنها و تنها ارائه اطلاعات درسته و به عنوان مشاوره و سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری مستقل یا خاص نیست. هیچ کدوم از مقاطع این وبینار هم حاوی توصیه خرید و فروش نمادی نیست و امیدوارم که این رو به عنوان یه توصیه خرید مستقیم یا فروش مستقیمی استفاده نکنید. تمام اطلاعات ارائه شده سعی شده که از منابع معتبر جمع‌آوری بشه و هر گونه اطلاعات حاوی از نشان و از عملکرد گذشته بازاره و تضمینی در آینده اون نیست. و همونطور که میدونید، سرمایه‌گذاری در مسائل FX و CFD یه میزان خاصی از عدم قطعیت و ریسک داره که امیدوارم با علم به این مسئله معاملاتتون رو انجام بدید. بنده هوراد شاکی هستم، 12 سال تجربه تجارت در بازار و بورس جهانی و مشاوره مالی که با تلنگش و 13 سال در بیشتر از 8 کشور دنیا در کشورهای مختلف و بنیانگذار و مدیر عامل شرکت مشاوره ترید در بازار بورس به نام زیرو اسپرد و ترید پروسکیز. خب، چه چیزی در این وبینار ما می‌خوایم در موردش صحبت کنیم؟ یکی اینکه آنالیز فاندامنتال و تکنیکال بازار رو در ماه گذشته می‌خوایم یه بررسی بکنیم، ببینیم که چطور بوده ماهی که گذشت و اینکه ماه پیش رو بررسی خواهیم کرد و همینطور بررسی نمادهایی که شما به صورت آنلاین درخواست می‌دید، در مورد اونها هم صحبت خواهیم کرد و سوال و جواب خواهیم داشت. و از هفته آینده هم وبینارهای هفته آینده هم به این صورت خواهد بود که نیم ساعت مبحث آموزشی خواهیم داشت و 15 دقیقه آخر وبینار پرسش و پاسخ خواهد بود در رابطه با تحلیل آنلاین بازار، یعنی اون نمادهایی که می‌خوایم ما در موردش صحبت کنیم و یه تحلیلی در موردشون ارائه بدیم، از هفته آینده در تمام وبینارها امکانش خواهد بود در 15 دقیقه آخر وبینار. خب، اتفاقاتی که افتاد، از 1 ژوئیه شروع کنیم. اتفاقی که اول خبر در کل میخوام یه کلیت عرض کنم و بعد برم به خبرها بپردازم، این که ماه ژوئیه در کل ماه چندان خوبی برای اقتصاد دنیا نبود. فقط در روزهای آخر ماه ژوئیه ما یه سری اتفاقات خوب داشتیم در خبرهای اقتصادی، اما در کل ماهی بود که مخصوصا در اروپا بسیار وضعیت به هم ریخته بود و شرایط اقتصادی اروپا اصلا شرایط مناسبی نیست. حالا در موردش صحبت خواهیم کرد که چه اتفاقی در اروپا افتاده که وضعیت اروپا اصلا خوب نیست. وضعیت چین و امریکا شرایطشون متعادل، گاهی وقتا خوب گاهی وقتا بده که دلیل اصلیش هم همونطور که میدونید این جنگ‌های تجاریه که دارن. این یه کلیتی. اما ژاپن این وسط تقریبا میتونیم بگیم از این جنگ تجاری داشت سود میبرد تا وقتی که خود ژاپن هم وارد جنگ تجاری کوچیکی شده با کره جنوبی و کره جنوبی دوباره یه سری محصولات از ژاپن رو ممنوع کرده یا تعرفه جدید براش گذاشته یا کلا ممنوع کرده. تولید یکی از مهمترین شاخصهایی که ما داریم برای اقتصاد PMI هست، Purchasing Manager
منیجینگ ایندکس که شاخص مدیران خرید در موردش صحبت کردیم چیه؟ شاخص مدیران خرید بخش کارخونه یا بخش تولیدات چین با منفی شروع شد، در صورتی که برای امریکا مثبت بود در همون روز در 1 ژوئیه. خبرهای مهم بعدی از رزرو بانک استرالیا بود که تعیین نرخ بهره بود، که تعیین نرخ بهره رو 1.25 بود، قرار شد که تصمیم بر این بود که تبدیل به 1 بشه و 1 شد، یعنی طبق پیشبینی انجام شد و 25% نرخ بهره در رزرو بانک استرالیا کم شد. یعنی در این مشکلات بانکی که پیش اومده بود و اینکه بازارها امکان مشکلات بازاری که پیش اومده بود و بازارها و سرمایه گذارها از بانک‌ها انتظار اینو داشتن که یه سری خدمات تسهیلی برای بازار و برای شرکت‌ها قائل بشن، یکی از اونها کم کردن نرخ بهره بود. می‌دونید که کم کردن نرخ بهره یعنی اینکه وامگیری با هزینه وامگیری کمتر میشه و مثلا برای کارخونه کوچک و شرکت کوچک امکان این هستش که بتونن سرمایه‌گذاری بیشتری انجام بدن با استفاده از وام‌های بانکی. این کار رو تو این راستا اولین بانکی که این کارو کرد رزرو بانک استرالیا بود که در این شلوغی‌ها به عنوان اولین بانک به عنوان پیشقدم اومد 25% نرخ بهره رو کم کرد. بعد از اون NFP اول ماه ما داشتیم ماه گذشته که بسیار بسیار مثبت بود، یعنی از 72000، میدونید که NFP یعنی تعداد شغل‌های ایجاد شده یک بخش غیر کشاورزی، از 72000 تا رسید به 224000، در حالی که پیش بینی ها 160000 بود و میانگین ساعت کاری البته یه مقدار کمتر شد، هماهنگ شد با همون، در واقع تغییری نکرد با هفته قبلش، در حالی که پیش بینی بود که میانگین ساعت کاری مقدار بیشتر بشه. و اما تغییرات عدم در بیکاری unemployment در 55% 55% کانادا همون موند. بعدش شاخص بهای مصرف کننده داشتیم در چین که بدون تغییر باقی موند. سخنرانی آقای پاول بود که ماه گذشته در اوایل ماه داشتیم که بیشتر در مورد این صحبت کرد که یه خورده داشت مخالفت میکرد با کاهش نرخ بهره. همونطور هم که میدونید ماه گذشته کاهش نرخ بهره که انجام نشد، یعنی در ماه جون جوان که انجام نشد، در مورد اون داشت صحبت میکرد و دفاع میکرد از اینکه وضعیت اقتصاد امریکا وضعیت خوبی و نیازی نبود که نرخ بهره رو کاهش بدیم و ما هم کاهش ندادیم و منتظریم که ببینیم ریاکشن بازار چی میشه. بعد از اون رزرو بانک ببخشید بانک مرکزی کانادا رو داشتیم که تصمیم گیری در مورد نرخ بهره بود. بانک کانادا در بین تمام بانکایی که بانک مرکزی مهمی که ما داریم، بانک کانادا جز اون بانکایی بود که اقداماتش رو خیلی خیلی زودتر از این شروع کرد، یعنی به خاطر اینکه شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا در سه ماهه چهارم سال 2018 و سه ماهه اول 2019 منفی بود، وضعیت اقتصاد خوب نبود، بانک کانادا اومد از همون موقع، یعنی از اوائل 2019 اومد یه سری اقدامات رو انجام داد و الان طبق برنامهش داره پیش میره. برای همین جز در بین بانکای مهم دنیا بانک کانادا جز بانکایی بود که اقداماتش رو چون زودتر انجام داده بود نگرانی در مورد این وضعیت اقتصادی نداشت و تورم 2% که هولوش 2% که میخوان همون هولوش 2% تورمشون مونده و نرخ بهرهشون هم 1.75 نگه داشتن بدون تغییر. شاخص هماهنگی قیمت مصرف کننده در آلمان در اول ماه یک مقدار بهتر بود، اما همین شاخص برای صنایع انرژی و غذایی در امریکا هم خوب بود. اتفاقاتی که الو صدا هست بچه‌ها، چون یک ببخشید الو صدا رو دارید؟ صدا بچه چون یه نفر از بچه ها سعید پیغام داده که صدا نیست. اگر خیلی ببخشید چون مشکلی نیست. خیلی خب پس سعید عزیز صدا، سعید جان صدا از بذار من به این بنده خدا پیغام بدم که صدا از دیگران صدا دارن سیستم چک کنید. ببخش نظرت میخوام. یکی از بچه ها البته پیغام داده بود که صدا نیست و من خودم مطمئن بشم. خیلی
بله، در مورد داشتیم صحبت میکردیم که شاخص هماهنگی قیمت، در واقع کانسومر پرایس، شاخص قیمت مصرف کننده در صنایع انرژی و غذایی امریکا مثبت بود. تولید ناخالص داخلی چین که 1.6% پیش بینی میشد و 1.5 پیش بینی میشد، بهتر شد 1.6%. بعد از اون خبرهای مهم در ارتباط با نیوزلند داشتیم که شاخص بهای مصرف کننده در نیوزلند هم 1.7%، شاخص بهای مصرف کننده، شاخص تورم مصرف کننده هم میگن، شاخص تورم کالای مصرفی هم میگن، شاخص بهای مصرف کننده هم میگن. این به این معناست که اون کالاهای مصرفی که ما معمولا داریم، اونا قیمتشون وقتی مثلا year over year میشه، یعنی year over year، یعنی مقایسه با سال گذشته رو بخوان 365 روز گذشته رو بخوان بررسی کنن، شاخص اون نرخ تورم یا شاخص بها چقدر افزایش پیدا کرد یا کاهش پیدا کرد، یا هم بهش نرخ بهره، نرخ تورم کالا هم میگن، هم شاخص بهای مصرف کننده هم میتونیم بگیم. به هر دوتاش حالا نمیدونم ترجمه فارسی دقیقش رو کدوم باید استفاده کنیم، ولی مفهوم اینه. یعنی اون تورمی که برای یک کالا، برای قیمت یک کالا در طول یک دوره زمانی، حالا میتونه سالانه باشه، میتونه نقطه به نقطه باشه، یا میتونه دوره های 3 ماهه یا 1 ماهه باشه. اینها خبرهای مهم بود که داشتیم. اما خبرهای اقتصادی که برای اروپا منفی میشه تقریبا از اینجای ماه شروع شد، یعنی تقریبا از نیمه دوم ماه برای اروپا شروع شد که وضعیت کلی اقتصادی آلمان منفی شد. بعد میانگین این وسط فقط بریتانیا اخبار ماهش تقریبا میتونیم بگیم همه منفی بود به غیر از دوتا. یکی میانگین درآمد ساعتی کارمندان رفت بالاتر، که اون هم دلایلش به خاطر تغییرات ارزش پوند بود بیشتر. این یه مورد بود، یعنی ارزش پوند اومد پایین، یه سری قیمت‌ها رو بردن بالا و این تغییرات قیمت اون علاوه عددی افزایش پیدا کرد، ولی علاوه اکچوال، یعنی علاوه تاثیر واقعی تو زندگیشون بیشتر نشد. علاوه عددی به خاطر تغییرات ارزش پوند این مقدار بیشتر شد. بعد خبر مهم بعد میزان بیکاری بود در استرالیا که اون هم تغییری نکرد، به همون میزان پیش بینی شده بود. اما بعد از اون باز دوباره شاخص تولیدات کارخانه آلمان بود که دوباره اون هم منفی بود. و همینطور یورپین سنترال بانک اروپا نرخ بهره رو تغییر نداد، همون 0% نگه داشت. اینم جزو خبرهایی بود که خبرهای مهم ما بود که نرخ بهره بانک مرکزی اروپا بود که بدون تغییر باقی مون. اما که 0% همون منفی 4 که میبینید، این نرخ بهره سرمایه گذاری، نرخ بهره سرمایه گذاری نه، امانت، پولی که تو بساط امانت تو بانک میذارن، نرخ بهره برای اون بود که اون منفی 0.4% بود که بدون تغییر باقی موند. در کل نرخ بهره رو بانک مرکزی اروپا تغییر در نرخ بهره در طی ماه نداد. دیگه خبر مهم بعدی، فدرال ریت دیسیژن داشتیم در ماه، در واقع در اوایل آخر ماه و اوایل همین ماه بود که 2.25 که 2.25 نگه داشت، کم نکردن مال ماه گذشتهشون رو. و در کنفرانس خبری هم همونطور که عرض کردم، آقای پاول هم گفتش که وضعیت اقتصاد آلمان، وضعیت اقتصاد امریکا وضعیت خوبی و دلیلی نداره برای کم کردن اون. اما اینجا ببخشید، نه این مال 31مه. اینجا یه چیزی اشتباه، اشتباه نوشتاریه که این اشتباه نوشتاریه. بذارید من از رو که 1.75 بود، این مال ماه گذشته نبود. اینجا بخوایم نرخ بهره رو، این مال 31مه، من فکر کردم 31 ماه قبل، 31 این ماهه که 31 این ماه نرخ بهره رو بانک مرکزی امریکا کاهش داد 0.25%. و البته مسئله این بود که وقتی که کاهش داد، گفتش که اعلام کردن که این
برای یه بار اتفاق افتاده و قرار نیستش که این همیشه هر دور اتفاق بیفته و بانک مرکزی اومد از این سیاست دفاع کرد که وضعیت اقتصادی و سلامت اقتصاد در امریکا سلامت خوبیه، رشد اقتصادی رشد خوبی داشتیم. یک 75 بود. حالا من میخواستم رو سایت بهتون رو سایت investing.com نشون بدم که داره میگه که خود داره اذیت میکنه. از بدید من خب این فعلا داره اذیت میکنه. نرخ بهره رو امریکا کاهش داد. حالا ما در موردش بازم صحبت میکنیم که کمیته بازار آزاد روز آخر ماه نرخ بهره رو کاهش داد و این کاهش نرخ بهره 25% کاهش داد که گفتن که این برای یه بار اتفاق افتاده و دیگه نمیخوان اینو انجام بدن در طول سال 2019 یک بار برای در واقع دراز مدت نیست، یعنی به صورت چرخه نخواهد بود که دوباره اینو بخواد بانک مرکزی امریکا فدرال رزرو بخواد نرخ بهره در طی سال 2019 کاهش بده. یه مسئله اینو عنوان کردن، اما 25% کاهش نرخ بهره چیزی نبود که در واقع غیر قابل پیش بینی باشه. مسئله‌ای که پیش اومد، اتفاقی که پیش اومد، اون سخنرانی بعدش و اون اعلام سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی بود که گفتن که بیانیه سیاسی در واقع بیانیه سیاست‌گذاری بود و کنفرانس مطبوعاتی که آقای پاوه گفتش که اقدامات تسهیلی رو که بازارها انتظارش رو داشتن اون انکار کردن، که آقای جورج و روزنگن دو تا از اعضای کمیته مرکزی شدیداً مخالف اقدامات تسهیلی بودن، خود آقای پاور هم شدیداً مخالف اقدامات تسهیلی بود، که اومدن این اقدامات تسهیلی رو گفتن که ما این کار رو انجام نمیدیم که به خاطر اینکه وضعیت اقتصاد امریکا وضعیت خوبیه، ما الان در شرایط مثبتی هستیم و دلیلی هم نداره که در شرایط مثبتی که هستیم بیایم اقدامات تسهیلی اضافه کنیم، چون اقدامات تسهیلی به اندازه کافی، نمیدونم خبر دارید یا نه یا قبلا در موردش میدونستید یا نه، اقدامات تسهیلی بانک مرکزی امریکا هم از 6 ماه قبل شروع شد و تقریبا دارن تمامش میکنن، یعنی بانک مرکزی امریکا تقریبا همزمان با بانک مرکزی کانادا یه سری اقدامات تسهیلی رو گذاشت و این اقدامات تسهیلی که 6 ماه داشت دوام میداد به خاطر همین بود که وضعیت اقتصاد در امریکا مقدار رشد خوبی هم داشت در این 6 ماه گذشته. اومدن گفتن که این اقدامات تسهیلی بسته و سلامت اقتصاد در سلامت خوبیه، نرخ بیکاری 3.6% میان میانگین درآمد ساعتی بالای 17 دلاره و یعنی ساعت کاری بالای 17 دلاره، اینا نیازی نیستش که ما الان دوباره بیایم یه سری اقدامات اضافه بخوایم انجام بدیم، اقدامات تسهیلی بخوایم انجام بدیم که چی بشه، همون اقدامات تسهیلی که قبلا انجام دادیم تاثیرات اونها هنوز هم هست و البته این شدیداً آقای ترامپ رو و دولت آقای ترامپ رو دلخور کرد، به خاطر اینکه دولت آقای ترامپ دنبال این بودن که اقدامات تسهیلی بگیرن، بیشتر هم یه شو تبلیغاتی می‌خواستن ازش استفاده کنن که این اقدامات تسهیلی و کم کردن نرخ بهره نه 25% که 0.5% دولت انتظارشو داشت، که این 0.5% حالا صحبت می‌کنیم که به خاطر مقابله با این آقای ترامپ دیشب چیکار کردن، در این مورد هم صحبت می‌کنیم، این 0.5% که اومدن تغییر دادن باعث شد که 0.5% که قبول نکرد و 25% که کاهش دادن باعث شد که ارزش دلار بره بالا، درصدی که بالا رفتن ارزش دلار چیزی نیستش که قبلا هم عرض کردم که دولت ترامپ خواهانش باشه و شدیداً مخالف بالا رفتن ارزش دلاره و دوست دارن که ارزش دلار در پایین‌ترین سطحش بمونه تا حتی که امکان دارن برای رقابت با سطح پایین ارزش یوان، ین ژاپن، ببخشید ین چین و یورو اروپا که اعتقاد داره که اینا ارزش واقعیشون نیستش و باید اونا هم برگردن به ارزش واقعیشون. در مورد دلار تا اواسط جلسه آسیایی دیروز و امروز، البته این گزارش که من تهیه می‌کردم چون برای دیروز بود، من برای در واقع دیروز رو نوشتم که خانم آندریا زحمتشو کشیدن، این یه مطالبی بود که دیروز آماده کردیم برای امروز، یعنی در واقع برای یکم اول ماه بود، یعنی یکم ما آماده کردیم مطالب رو، برای همین شاید این عدد همون عدد دیروز باشه، عدد مثلا یورو یو اس دی یو اس دی جی پی وای، این عددی که دیروزه، این سوء تفاهم پیش نیاد. یه دلار درباره جلسه آسیایی یه رشدی داشت بعد از اینکه فدرال رزرو نرخ بهره رو در واقع بعد از جلسه فدرال رزرو یه رشدی داشت یورو یو اس دی، با اینکه شاخص ارزش دلار با افزایش در واقع 9 درصدی رسیده بود، اما
رشد خود دلار، ارزش دلار رفت به 98 و 92 که بالاترین سطحش از ماه می 2017 است، یعنی 26 ماه از بالاترین سطح تقریبا 26 ماه گذشته رو رسید ارزش دلار، که همون عرض کردم همین مسئله باعث شد که خیلی آقای ترامپ و دولت ترامپ خیلی بابت این مسئله ناراحت باشن از آقای پاول، و حتی صحبت های قبلا شده بود یه خورده ادامه نداد به خاطر نزدیک بودن به انتخابات، ولی شدیداً دنبال این هستن که آقای پاول که رئیس بانک عوض کنن یا یه راهی پیدا کنن برای مقابله با آقای روزنبرگ که یکی از سخت‌ترین مخالفان اقدامات تسهیلی و کم کردن نرخ بهره است، که میگه دلیل نداره الان تو شاید نرخ بهره رو کمتر کنه. یورو یو اس دی هم به خاطر بالا رفتن ارزش دلار خب مسلماً ارزش برعکس داره که پایین اومد، پایین ترین سطح 27 ماهش رو تجربه کرد، در حالی که یو اس دی جی پی وای به 109.32 رسید، بالاترین حد دو سه ماه به دو بالاترین حد دو ماه گذشتهش رسید. دلار رفت بالا، یو اس دی جی پی وای هم رفت بالا، همونطور که میدونید ارزش رابطه بین یو اس دی جی پی وای و یو اس دی ایندکس رابطه مستقیم هست، بین یو اس دی ایندکس و یورو یو اس دی رابطه برعکس، چون اینجا در واقع یو اس دی یعنی دلار اوله، اینجا دلار بخش تو قسمت دوم وجود داره، هر جا که دلار تو قسمت دوم وجود داشته باشه با شاخص دلار رابطه برعکس داره، هر جا که دلار بخش اول باشه با شاخص دلار رابطه مستقیم داره، مثل جی پی یو اس دی که با شاخص دلار رابطه عکس داره، هر چقدر شاخص دلار میره بالا جی پی یو اس دی میاد پایین، که پایین ترین 3 ماهه‌اش رسید رو نرخ 1.2101. شاخص دلار تو این ماه 3% بیشتر، یعنی در کل در ماه ژوئیه 3% بیشتر بس، یعنی یه رشد 3% داشت که علاوه بر تغییرات ماه به ماه بخوایم حساب کنیم از سال 2016 تا الان هم بیشترین تغییر در طی یک ماه رو داشته، که این مشاهده نشده بود که تونست 98 دلار رو در که 61.8% فیبوناچی بود رو بشکنه و به اون در واقع به بیشتر از اون رشد کنه، حتی به بالاتر از 98 رسید. خب مسلماً حالا این در مورد دلار و کلیتش رو عرض کردم. در مورد یورو یو اس دی، در مورد یورو سی هم که رشد تولید ناخالص داخلی یورو تو سه ماهه دوم از 4.14% سه ماهه اول به 2% کاهش پیدا کرد. این عرض کردم که یکی از صحبت میکنیم بخش اول صحبت هم عرض کردم که چرا یکی از وضعیت اقتصاد حوزه یورو خوب نیست. حوزه یورو تولید ناخالص داخلیش جی دی پیش 4% بود، درصد که الان شده 2%، یعنی سه ماه به سه ماه خیلی وضعیتش بغرن شد، این وضعیت سه ماه به سه ماه. یکی از عوامل در واقع تولید ناخالص داخلی در ابتدای سال توسط عوامل ویژه از جمله سهام قبل از تاریخ اولیه برکسیت تقویت شد، تاریخ اولیه برکسیت، یعنی تو سه ماه اول یه تاریخی برای برگزیت مشخص شد و خیلی امیدواری پیش اومد که اون تاریخ در واقع در اون تاریخ برگزیت اتفاق بیفته، این باعث شد که ببخشید خیلی این تاریخ رو چیز کردن، جابجا کردن، گذاشتن برای ماه اکتبر که الان ما چیزی بهش نمونده. این جابجایی تاریخ برگزیت یعنی قرار شده بود در برگزیت انجام بشه در ماه جون، که این جون رو برداشتن و گذاشتن تا اکتبر، یعنی سه ماه تمدیدش کردن. این تمدید زمان برگزیت باعث شد که در سه ماهه دوم، در سه ماهه اول یه مقدار رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر بشه، یعنی موندن بریتانیا در اتحادیه در حوزه یورو. اما بعد از این مسئله در اتحادیه اروپا موند، اما بعد از این مسئله که الان دوباره وضعیت برگزیت خیلی وضعیت به هم ریخته، و تا صحبت ها از اینه که خروج بدون توافق انجام بشه، که حالا اگر نمیدونم اگر براتون مورد علاقه هست یا نه که براتون توضیح بدم این خروج با توافق و خروج بدون توافق چه تأثیری داره، اگر فکر میکنید اگر در این مورد فکر میکنید نیاز هست براتون توضیح بدم که این برگزیت، این که میگن برگزیت با توافق، برگزیت بدون توافق، مرز لندن، اون لندن ایرلند شمالی، میگم لندن باشه، مرز ایرلند شمالی که مورد مناقشه هست، اینا چی هستن؟ اگر در مورد اینها اطلاعات دارید که خب، اگر اطلاعات ندارید و دوست دارید من یک کوچیک توضیح در مورد اینها هم بدم که اینها الان اختلافشون اصلا سر چیه. حالا با توجه به اینها، این که یعنی با توجه به اتفاقاتی که افتاد، تولید ناخالص داخلی از 14.4% به 2.2% رسید که اصلا جای تعجب نداشت، یعنی این کاملا قابل پیش بینی بود. نرخ تورم، یعنی تورم HICP یعنی شاخص هماهنگی قیمت مصرف کننده تو منطقه یورو از در ماه ژوئیه از 1.3% 1.3% سال به سال، یعنی در سال 1.3% در سال
در ماه ژوئن به 1.1% رسید، یعنی کاهش پیدا، این شاخص هماهنگی قیمت مصرف کننده هم اومد پایین. با کن شدن رشد و پیشرفت در بازار کار، روند ضعف وجود داره، احتمال تورم همچنان در اساق محدوده هدف بانک مرکزی، یعنی بانک مرکزی اروپا اومده یه تورم هولوش 2% چیز کرده برای خودش، تورم حدود 2% رو به عنوان مبنای هدف برای خودش قرار داده که فعلا علاوه تورم بانک مرکزی اروپا موفق بوده، برای همین هم نرخ بهره رو عوض نکرده. میدونید که نرخ بهره خیلی تاثیر مستقیمی داره رو بحث تورم. تمرکز اصلی اون موقع هم که بانک مرکز اروپایی که دلیلی که اومد عوض نکرد نرخ بهره رو، این بود که تمرکزش رو کاهش 25% قابل پیش بینی بانک مرکزی امریکا بود که فکر می‌کردم گفتم بذار ببینیم که اصلا بانک مرکزی 25% می‌خواد کاهش پیدا کنه کاهش بده یا 50% که اینها در کل اتفاقاتی بود که در حوزه یورو افتاد و در این زمین. خب حالا قبل در مورد پوند و برگزیت که 1 2 3 4 5 6 7 نفر از بچه‌ها خواستن که در مورد برگزیت توضیح بدیم، با احترام به بچه‌ها چشم، الان در مورد پوند صحبت می‌کنم و در مورد برگزیت هم توضیحات عرض می‌کنم خدمتتون که اصلا برگزیت با توافق چیه، برگزیت بدون توافق چیه و اصلا این دلایلی که مشکلاتی که ایجاد شده چه مشکلاتی و سر چه چیزی هستش. برگزیت یه نگرانی جدیه و پوند هم امروز، یعنی روز گذشته که ما داشتیم این گزارش رو تهیه می‌کردیم، به دلیل رفتار آمریکا موفق شد یه مقدار رشد صعودی پیدا کرد، یه مقدار رشد کرد که امروز دوباره البته پوند رشد کرد در مقابل دلار به خاطر اینکه ارزش دلار دیشب اومد پایین. در مورد اون صحبت خواهیم کرد که چرا دیشب ارزش دلار اومد پایین. در مورد احتمال خروج سناریو بدون توافق هم بدون توافق یا بدون توافق از اتحاد اروپا هم آقای بوریس جانسون گفتش که من کاملا در این باره جدی هستم. چون این بحث میگن کاملا در این باره جدی هستن، چرا این رو این تاکید میکنه؟ چون خانم می هم قبلا چند بار اتحاد اروپا رو تهدید کرده بود که ما بدون توافق خارج میشیم، که اتحاد اروپا هم بدون توافق خارج شدن رو در اون گفت که خب شما بدون توافق خارج بشید، اینو به عنوان یه لاف زدن لاف سیاسی چیز می‌کردن، بهش نگاه می‌کردن، هیچ موقع جدی نمی‌گرفتن این مسئله رو. اما با اومدن آقای بوریس جانسون این مسئله مقدار جدی شده و پیش‌بینی‌ها اینه که اگر آقای جانسون میگه که ما این دفعه دیگه جدی هستیم و بدون توافق خارج می‌شیم، این مقدار اتحاد اروپا جدی‌تر گرفته و برای همینم تاثیرش رو بازار این دفعه مقدار جدی بوده. کیبل یا همون پاون موفق شد به کمترین حد 28 ماهه 27 28 ماهش در 1 ماه 2019 برسه. جی بی پی یو اس دی هم در به سطح 22 به بالاترین سطح 22 ماهه رسید. حالا این وضعیت سعودی کوتاه مدت پوند، یه وضعیت سعودی پوند که در این چند روز اتفاق افتاد، یه وضعیت کوتاه مدته و فکر نخ و پیش بینی ها این نیستش که این بتونه چیز باشه، مدتش طولانی باشه، یعنی وضعیت سقوط نزولی پوند، کم شدن ارزش پوند فعلا تا کامل شدنه، یعنی کاملا روشن شدن وضعیت برگزیت پیش بینی میشه که در همین وضعیت نزولی، یعنی در همین روند نزولی خودش بمونه و فعلا امیدی به بحث سعودی نداره. اما در مورد حالا که در مورد پوند صحبت میکنیم، حالا شاید اینجا فرصت خوبی باشه در مورد برگزیت هم براتون توضیح بدم. بچه ببینید، برگزیت که اصلا خروج اتحادیه اروپا، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رو بهش میگیم برگزیت. این چرا رویداد مهمیه؟ به خاطر اینکه بریتانیا در کنار آلمان اینا بزرگترین اقتصادهای اروپا هستن. خارج شدن هر کدوم از اینها از اتحادیه اروپا تاثیر بسیار بسیار سنگینی بر هم ارزش یورو خواهد داشت، هم تولید ناخالص داخلی منطقه یورو خواهد داشت. اینها وضعیتی هستن، یعنی تأثیری که چون میدونید که منطقه بازه دیگه، وقتی عضو اتحادیه اروپا هستن به این معناست که کارگرها به صورت آزادانه میتونن برن بیان، محصولاتی هم که تولید میشه میتونن برن بیان بدون گمرکی. حالا شما فرض کنید که یکی از این کشورهای مهم مثلا بریتانیا یا آلمان اگه بخواد خارج بشه، یا بریتانیا، حالا که در مورد بریتانیا هم صحبت میکنم، مثلا بریتانیا اینجا خارج بشه، دفاتر شرکت‌های مالی، بزرگترین شرکت‌های مالی دنیا دفاتر مرکزیشون در بریتانیا است. خب این تاثیر خیلی زیادی در وضعیت مالی داره. از طرفی تولیدات کارخونه و همینطور تولیدات تکنولوژی بریتانیا خیلی برای حوزه یورو مهمه. در کنار خود کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا تقریبا 70 تا قرارداد داره، 70 تا قرارداد همکاری داره با 70 قرارداد همکاری مختلف داره با 40 تا کشور. یعنی این مرز اقتصاد
مرز آزاد اقتصادی فقط با کشورهای حوزه اتحادیه اروپا نیستش، با بعضی از کشورهای غیر اتحادیه اروپا هم اتحادیه اروپا اومده این قرارداد رو بسته که با اونها هم عدم گمرک رو داره. حالا وقتی که بریتانیا میخواد از این خارج بشه، از اتحادیه اروپا خارج بشه، این به این معناست که از تمام این تفاهمنامه ها هم خارج میشه. یعنی علاوه بر این که از تفاهمنامه های اتحادیه اروپا خارج میشه، از تفاهمنامه های غیر اتحادیه اروپا هم خارج میشه. حالا این توافق بدون این خروج بدون توافق و با توافق چیه؟ خروج با توافق اینه که هر دو تا طرف، یعنی هم اتحادیه اروپا هم بریتانیا، بیان روی یک سری شرایطی با هم به توافق برسن که خب بعد از اینکه از اتحادیه اروپا خارج شدن، مثلا وضعیت گمرک ها چطور میشه، چقدر تعرفه ها تعیین بشه، یعنی بیاد یه تعرفه تعیین کنن، تعرفه های مخصوص برای اونا تعیین کنن، این یا مثلا در مورد رفت آمد کارگرها وضعیت. ببینید چون الان ما خیلی از چیز داریم، از اروپای شرقی، تعداد کارمندان اروپای شرقی، لهستانی، اوکراینی، اینا بیشترش، بلغاری، اینا خیلی بیشترین تعداد کارگر اروپایی غیر از که بریتانیایی نیستن، از این کشورها هستن و تعداد اینا خیلی زیاده الان در بریتانیا. خب حالا شما فرض کنید که اینها از اتحادیه اروپا بدون توافق خارج بشه، یعنی وضعیت این کارمندها اصلا مشخص نمیشه که، چون الان اونها بدون ویزا اونجا هستن، یعنی بدون مرز باز دیگه، بدون ویزا اونجا هستن و فقط اجازه کار میگیرن. حالا اگر بریتانیا از این اتحادیه خارج بشه، وضعیت اونها چی میشه؟ وضعیت دانشجویی که اونجا درس میخونن چی میشه؟ ببینید وقتی میگیم توافق، یعنی که توافق میاد رو جزء اینها تاثیر میذاره. حالا چون ما بحثمون بحث اقتصادی، در مورد بحث کارگرها صحبت میکنیم، کاری به بحث دانشجو و غیره نداریم، در مورد کارگر، وضعیت کارگرها صحبت میکنیم و در مورد بحث اقتصادی. خب پس یکیش در تاثیرات اقتصادی، یکی بحث کارگرها بود که مشخص نمیشه، یکی در مورد بحث تعرفه هاست، تعرفه اقتصادی، چون الان تعرفه وجود نداره دیگه. اون اگه وقتی توافق حاصل بشه، یعنی که بیان مشخص کنن که بعد از اینکه خارج شدیم، اگر واردات و صادراتی بین بریتانیا و اتحادیه اروپا بخواد انجام بشه، باید تعرفش چی باشه. یه بحث دیگه‌اش، بحث حتی مثلا پروازهای هوایی هم مشکلش به هم می‌خوره، چون پروازهای هوایی هم شامل یه سری گمرک‌ها میشن. وضعیت پروازهای هوایی، یعنی اگر بدون توافق خارج بشن، شاید مثلا برای چند وقت ما پرواز بین شهرهای بریتانیا و کشور اروپایی نداشته باشیم، به خاطر اینکه توافقی نیست. یعنی اصلا شرکت هوایی نمیدونن که خب وقتی میرن اونجا الان با چه تعرفه‌ای پرداخت کنن، از مسافر با چه پولی بگیرن، یا به فرودگاه‌ها با چه تعرفه‌ای پرداخت کنن، که این صنعت هوایی، صنعت چون بسیار بسیار مهمه، مخصوصا برای بریتانیا که مرز زمینی نداره و باید از طرفی، در واقع از طرف ایرلند میتونه فقط مرز داشته باشه، از طرف ایرلند شمالی میتونه با اروپا بعدا مرز داشته باشه، چون ایرلند شمالی قرار در اتحادیه اروپا بمونه، چون از طرف ایرلند شمالی قرار مرز داشته باشه. اینها اختلافایی هستش که میگن که خب حالا یه مرز زمینی هم نداره، مرز هوایی، اگر مسائل هوایی هم، شرکت هوایی هم به مشکل بر بخورن، کارگوهای هوایی مشکل بر بخورن، مسافرت های هوایی مشکل بر بخورن، توریستای بریتانیا مشکل بر بخورن. اینه که این توافق بدون خروج بدون توافق یعنی این، یعنی رو هیچ کدوم از اون بیا توافق صورت نگیره. خروج با توافق هم یعنی برعکس، یعنی ما بیاییم برای همه اینها یه تعرفه تعیین کنیم، مشخص کنیم که وضعیت کارگرها چطور میشه، شرکت های هوایی باید چطوری پرواز کنن و غیره و غیره و غیره. حالا مسئله ای که اینجا هستش، 36 عدد، اجازه بدید من چیز نکنم، عدد خیلی، عددش الان خاطرم نیستش دقیقاً چقدره، باید چک کنم، الان حضور ذهن ندارم، یه عدد بسیار، یه مبلغ بسیار بسیار بالایی مشخص شده که وقتی که توافق با، یعنی خروج با توافق بشه، باید، یعنی بیان روی اینا توافق انجام میدن و بریتانیا باید برای بهش، به قول ما ایرانی بهش میگه مهریه طلاق باید بده، این طلاقی که داره از اتحادیه اروپا میده رو باید مهریه‌اشو بده، که مهریه‌اش هم این میلیون‌ها دلاریه که باید پرداخت کنه به اتحادیه اروپا، که مبلغ بسیار چون سنگینیه، برای اتحادیه اروپا مبلغ مهمی حساب میشه، برای بریتانیا مبلغ مهمی حساب میشه. حالا بوریس جانسون میگه که من میام خارج میشم و این مبلغم نمیدم، بدون توافق خارج میشم، مثلا چه نیازی داره بشین ما در مورد توافق کنیم و اینقدر کاغذ بازی کنیم و چه میدونم فلان و فلان و فلان، ما الان خارج میشیم، حالا بعداً در مورد هر کدوم از اینا نیاز باشه به صورت جدا میشینیم صحبت میکنیم و این مبلغ اصلا پرداخت نمیکنیم. بوریس جانسون داره از این به عنوان یه ابزار فشار استفاده میکنه که این عدم پرداخت، این به قول ساده تر بگیم قابل فهم باشه، مهریه طلاق رو
نمیخواد بده، عدم پرداخت این رو داره ازش به عنوان یه فشار استفاده میکنه علیه اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا هم میگه خب حالا که شما دارین این فشار رو وارد میکنین، میخواین بدون توافق خارج بشین، باشه خارج بشین. اتحادیه اروپا داره از چه ابزاری استفاده میکنه؟ اتحادیه اروپا میگه که خب باشه، شما وقتی خارج بشین بعد ما پروازاتون رو نمیتونیم اجازه بدیم هواپیمای شما بشینن، و بعد ما اجازه نمیتونیم بدیم که شهروندای شما تو کشور تا اروپا زندگی کنن، و بعد اینا حتما خارج بشن و برگردن به بریتانیا و برای وارد شدن دوباره ویزا بگیرن، اجازه کار بگیرن و غیره و غیره. یعنی هر دو تا طرف دارن از این سری ابزار فشاری استفاده میکنن و به قول سیاستمدارا دارن بلوفای سیاسی میزنن، که باید ببینیم که این بلوف کجا، بلوف کدوم یکیشون میگیره. نکته ای که اما اینجا هست، بحث اینه که مشکلی که هست، مشکل اینه که آقای بوریس جانسون و دولت حزب محافظه‌کار به خاطر در اقلیت بودن در پارلمان، میدونید که خانم می وقتی که یعنی نخست وزیر قبلی خانم می وقتی که داشت در مورد بحث برگزیت صحبت میکرد، چون اقلیت بود در مجلس، اومد مثلا میخواست حوزه خودش رو، قدرت خودش رو بیشتر بکنه، حوزه نفوذش رو بیشتر بکنه، اومد یه انتخابات اومد یه انتخابات دوباره برگزار کرد. انتخابات دوباره برگزار کردنش به ضررش تموم شد، یعنی اکثریت رو از دست داد، یعنی اکثریت رو از دست داد و مجبور شد که بیاد، علاوه اینکه اکثریت از دست داد، مجبور شد که بیاد دولت ائتلافی تشکیل بده که با حزب راستگرای ایرلند شمالی اومدن، حزب ما اگه اشتباه نکنم ایرلند راستگرای ایرلند شمالی بود یا اسکاتلند بود، دقیق خاطرم نیست، اومدن با یه حزب بسیار بسیار کوچک اومدن یه دولت ائتلافی تشکیل دادن که الان کلن تعداد آرای بیشترشون دو تا رأیه، یعنی در مقابل حزب کارگر که رقیب اصلیشون هم هست فقط دو رأی بیشتر تو پارلمان دارن، و این شکننده بودن این دو رأی بیشتر بوریس جانسون رو نگران کرده، که میگه که خب یعنی علاوه بر تهدیدات اتحادیه اروپا، الان بوریس جانسون نگران این هم هستش که خب اگر من بیام و خروج بدون توافق انجام بدن، بعداً روی کرد جامعه چه خواهد شد، به خاطر اینکه چیز خیلی کمه، به خاطر اینکه چی میگم بهش، اون قدرت مانور هم خیلی کمه در پارلمان، و این قدرت مانور کم یعنی اینکه پایگاه اجتماعی ضعیفی دارن، اینکه این پایگاه اجتماعی رو ضعیف، حالا برای اینکه بتونه در واقع این ریسک رو نکنه، احتمال این که الان خیلی در مورد این صحبت هستش که بیان یه رفراندوم جدید بذارن در مورد اینکه اصلا خروج با توافق باشه بدون توافق، یا حتی بعضی میگن اصلا دوباره رفراندوم برگزار کنیم که اصلا خارج بشیم یا نه، یعنی الان صحبت ها به اینجا به این مسئله رسیده و این کلیت اینجاست. اما در مورد مرز ایرلند شمالی در زمان 1973 اگر اشتباه نکنم، یه توافق نه 1873 19 زمان مال خیلی قدیمه، فکر کنم 18 سال 1800 چند بود، یه توافق اون موقع بین امریکا و بین مال 100 خورده سال پیش بود، بین یه سری کشورها از جمله که تو امریکا امضا شد و تو امریکا هم بود، یه مرزی مشخص شد که اون مرز رو تو ایرلند شمالی، یه مرزی مشخص شد بین ایرلند جنوبی ایرلند شمالی و که مرز بریتانیا و اینا، اومدن یه سری مرزکشی انتخاب کردن که شروع کردن در قالب یه مال یه جنگی بود، دقیقا خاطرم نیست برای چی بود، که اون مرز ظاهرا مرز خیلی علاوه از بین رفتن یا نرفتنش مرز خیلی خیلی مهمیه که اون باید حتما باشه. بریتانیا میگه که اون مرز رو ما نمیخوایم در واقع به عنوان مرز آزاد قبول کنیم، و اون مرز به صورت سخت باید باشه، یعنی ورود و خروج ها باید کاملا کنترل بشه. ایرلند شمالی میگه که نه، من میخوام اون مرز با اتحادیه اروپا مرز آزاد باشه. بعد بریتانیا میگه خب اگر تو اونو با مرز آزاد بذاری، بعدا تو با ما مرز داری، یعنی در واقع ما همچنان پس خروج ما از بریتانیا اتحادیه اروپا معنی نخواهد داشت، دوباره هم مرز آزاد رو خواهیم داشت. یه اختلاف نظرهای اینجا هستش، یه سری پیشنهادها رو اتحادیه اروپا داد که اون موقع خانم می قبول نکرد، یه سری پیشنهادها خانم می داد که اتحادیه اروپا قبول نکرد، آخرش سر اون به توافق نرسیدن. در نهایت خانم می یه توافق با اتحادیه اروپا رسید سر اون مرز، که اومدن مرز در واقع مرز چیز انتخاب کردن که مرز گمرکی کردن اونجا رو، یه حالت مثل منطقه آزاد گمرکی، که الان حزب محافظه‌کار و جدیدن هم یه حزبی ایجاد شده که به صورت موقت البته، یعنی تا زمان خارجگر از اتحادیه اروپا بهش میگن برگزیتر، یعنی کسایی که شدیداً طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند،
اونها شدیدا مخالف این مسئله مرز گمرک آزاد، یه منطقه آزاد بین ایرلند شمالی و اتحادیه اروپا هستن، که این اختلاف نظر اصلی، اختلاف نظر تبدیل شده به اختلاف نظر اصلی. یعنی الان این مسئله مهمترین اختلاف نظر بین اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا است، که بوریس جانسون خیلی دوست داشت که این مسئله رو حل کنه، که اتحادیه اروپا خیلی روک بهشون گفتش که ما دوباره حاضر نیستیم سر این مسئله با شما به چیز برسیم، بشینیم جلسه داشته باشیم. همین اینو هم فرانسه اعلام کرد، هم آلمان اعلام کرد که ما دوباره حاضر نیستیم، هم اتحادیه اروپا، یعنی هم اتحادیه اروپا به جدا خودش اعلام کرد و فرانسه و آلمان هم بسات کشورهای مستقل و جدا از، یعنی به عنوان نظرهای مستقل خودشون جدا از نظر اتحادیه اروپا اومدن گفتن که ما هم اصلا موافق نیستیم، چون نظر آلمان و فرانسه خیلی تاثیرگذار به عنوان اولین و دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا بعد از خروج بریتانیا. این کلیت وضعیت برگزیت و مرز ایرلند شمالی و اینکه چرا این مسئله مهمه بود. اما این یک کلیت بررسی تا الان. تا اینجا رو بچه‌ها سوال اگر دارید مثلا در مورد ماه گذشته و تا اینجا رو اگر سوالی دارید در مورد برگزیت مباحث دیگه، اگر سوالی دارید بفرمایید، اگر ندارید ماه پیش رو یه بررسی بکنیم و ببینیم که اصلا این ماه با چه وضعیتی شروع شد. خب بسیار امید. اولین ما این ماه رو با یه شوک شروع کردیم. من که عرض کردم حالا در مورد اقدامات آقای ترامپ توضیح میدم، این مسئله رو اینجا می‌خواستم در موردش صحبت کنم که ما ماه رو با یه شوک شروع کردیم که دیشب در این حالی که به قول معروف همه چی گل و بلبل بود، این که میگم همه چی گل و بلبل بود یعنی چی؟ یعنی اینکه به غیر از آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ در همه جا همه چی گل و بلبل بود، که آقای ترامپ این که میگم گل و بلبل نبود یعنی که خیلی ناراحت بود آقای ترامپ از اتفاقی که افتاده، از 25% کم شدن نرخ بهره خیلی ناراحت بود و دنبال یه راهی بود که به نظر این نظر من، این تحلیل من البته. دیشب آقای ترامپ یه پست، یه توییتی کردن، این توییت آقای ترامپه، که توییت آقای ترامپ در مورد این بود که از 1 سپتامبر 10% نرخ بهره 10% تعرفه‌های جدید برای کالایی که از چین وارد میشه که معادلش میشه 300 میلیارد دلار، 300 بیلیون دلار، اونا تعرفه جدید تعریف کرد برای، یعنی گفت که ما این تعرفه رو اعمال خواهیم کرد از ابتدای ماه سپتامبر، اگر این هم اعلام کرد که اگر به توافق نرسن، یعنی اگر این گفتگوهای تجاری به توافق نرسن این کارو میکنه. چرا دلیل این کار چی بود؟ بعضی میگن زورگویی، اما این بحث بخوایم به مسئلهش بپردازیم یه جوری میتونم بگم زورگویی نبود. دلیل این کار چی بود؟ دلیل این کار این بود که در توافق قبلی دولت چین یه تعهدی داده بود و تعهدش هم که یه میزان خاصی از محصولات کشاورزی امریکا رو بخره، خریداری کنه، که اون کارو نکرد، یعنی مقدار کمتر از اون خریداری کرد و آقای ترامپ هم گفتش که خب وقتی شما این کار نمی‌کنید ما هم تعرفه جدید براتون می‌ذاریم، مگر اینکه برگردید به اون توافق قبلی که ما چند ماه پیش داشتیم، 3 ماه پیش داشتیم، که شما یه میزان خاصی از ذرت باید از چیز می‌خریدن، سویا مخصوصا تو زمینه خرید سویا چین خیلی کمتر خریده از اون میزانی که تعهد داده بود که از امریکا سویا وارد کنه و در عوضش سویا رو از کشورهای دیگه خریداری کرد و این مسئله نگرانی ایجاد کرد برای باعث ناراحتی آقای ترامپ شد و تیم اعضای ترامپ، تیم اقتدار ترامپ که اومدن این تعرفه‌های جدید رو گذاشتن. اما به نظر من این تعرفه‌هایی که آقای ترامپ گذاشتن دیروز تعرفه‌هایی که نبود که هدفش چین باشه. این نظر شخصی من، این تحلیل شخصی منه. چرا؟ به خاطر اینکه اولش که این تعرفه مال یه ماه بعده، دومش اینه که دیروز روز چهارشنبه پری روز گفتگوهای برای اولین بار بعد از تقریبا 5 ماه اگر اشتباه نکنم برای اولین بار گفتگوهای رو در رو داشتن، برای این گفتگوهای تجاری رو در رو شد، چون در 5 ماه گذشته این گفتگوها همش تلفنی بود، گفتگوهای این جنگ تجاری، گفتگوهای تجاری که انجام میدادن توافق تجاری اکثرا تلفنی بود و ایمیلی و اینترنتی و غیره و غیره، برای اولین بار بعد از ماها فیس تو فیس شد و یه نفر از امریکا پاشد رفت چین که این کارا رو انجام بده، این مذاکرات رو انجام بدن. در حین مذاکره و در اونها یه مقدار بعید بود که، یه مقدار دور از انتظار بود و مخصوصا اینکه مسائلی که داشت پیش میرفت خوب داشت پیش میرفت، یعنی دلیلی برای توییت آقای ترامپ من نمیدیدم. اما دلیل اصلی این توییت های ترامپ رو من به نظر من مقابله با پاول بود، یعنی اومد دید که باید چطوری یه شوک به بازار وارد کنه. شوک به بازار وارد کردن رو خیلی حرفه‌ای بلدن ایشون و کارشون هم خیلی خوب دارن انجام میدن، این کارش واقعا لازم به نظر من رئیس جمهور خیلی خوب برای کشورش هستش، حداقل چون داره اقتصاد کشورش خیلی خوب مدیریت میکنه.
وضعیت و وضعیت اقتصادی وضعیت خیلی خوبی است. اومد با یه توییت کاملا موضعی که تمام اون چیزهایی که پنبایی که بافته بودن رو چی میگم پنبه رو رشته کرد، یعنی پنبایی که بافته بودن رو رشته کرد اگه اشتباه نکنم، درست میگم دیگه درسته بچه‌ها؟ اومد هر چی بافته بودن همه رو از هر چی بافته بود بانک مرکزی و دیگران اومد همه رو از بین برد. یعنی اومد یه خیلی با یه توییت خیلی ساده اون کاری که میخواست بانک مرکزی براش انجام بده که انجام نداد، اومد خودش انجام داد. یعنی ارزش دلار رو میخواست بیاره پایین، ارزش دلار آورد پایین با یه توییت و این مسئله یه شوک کوچیکی وارد، یه شوک کوتاه مدت وارد کرد که سهام و سهام اومد پایین. یعنی S&P 500 تقریبا 0.1% اومد پایین، داو جونز 0.5% اومد پایین، اوراق 10 ساله، اوراق قرضه 10 ساله رسید به 1.829، شاخص دلار اومد پایین، اینها 22% افت کرد. اینا رو همه این همه اتفاقات بود و دلیل بود که در روز اول ما و دیشب افتاد و اون اتفاقی در یورو یو اس دی دیدید افتاد، در یو اس دی جی پی وای، در جی بی پی یو اس دی، در طلا، در نفت، اون جامپ هایی که داشتیم بعضی جاها رو به بالا و بعضی جاها بیاد پایین، اینایی که داشتیم، این اتفاقایی که داشتیم، این اتفاقات به خاطر چیز بود، این اتفاقات به خاطر تغییر ارزش دلار بود که یک لحظه ای در بازار اتفاق افتاد. خب امین پرسیده که چرا باید ارزش دلار رو بیاره پایین؟ اگر این سوال دیگران هم هست سوال جواب بدم، اگر نه من از امین خواهش کنم ایمیل بزنه برای اینکه وقتی دیگران گرفته نشه و وقتی به بیرون گرفته نشه ایمیل بزنه که ایمیل بزنم اینجا که من تو ایمیل برات توضیح بدم، چون ما 15 دقیقه بیشتر وقت نداریم باید به سوال و جواب هم برسیم. بچهای دیگه هم در این مورد سوال دارن که چرا دولت امریکا میخواد ارزش دلار بیاد پایین. در این ماه خبرهای مهم ماه پیش رو که ما بخوایم بررسی کنیم چه چیزهای مهم در این ماه خواهیم داشت. در ماه گذشته در مورد تو خبرهای ماه گذشته که صحبت میکردیم در خاطر نشان کردم یا نه که بی او ای یعنی بانک آف انگلند، بانک مرکزی بریتانیا چیز نبود، بانک مرکزی بریتانیا هم نرخ بهره رو ماه گذشته کم نکرد و همه چیز رو موکول کرد به بعد از برگزیت. خبرایی که ما داریم، خب خبر روز امروز NFPه، NFP 224 بود ماه قبل، پیشبینی های اینه که 164 بشه، یعنی این پیشبینی بازاره و اینکه آیا چه خواهد شد، چه عددی خواهد شد یا نه، یعنی خبر روز هفته، خبر مهم روز اینه، خبر روز در واقع یا مهمترین خبر روز اینه که NFP چه خواهد شد، که NFP با توجه به ماه پیش هم عرض کردم که مثبت میشه به خاطر شرطی که هستش و اون اتفاق هم افتاد، فکر میکنم NFP این دفعه هم مثبت بشه چون که میزان اشتغال آخرین دفعه که اعلام شد 36.6% 36.6% موند، همون 36.6% میزان اشتغال از 3.7 دوباره اومد به 3.6 و میزان بیکاری، درصد افراد بیکاری اومد پایین به 3.6 رسید دوباره از 3.7. ADP NFP هم مثبت بود، خبرهای اقتصادی GDP امریکا هم مثبت بود. اینها رو که کنار هم بذاریم این اعداد میگن که اعداد NFP هم باید مثبت باشه. حالا باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاقی، یعنی اعداد دیگر که مربوط به NFP هستن وقتی، یعنی میزان چون NFP بسیاری به مسائل مختلف داره دیگه، ببینید یعنی NFP میزان شغل‌های ایجاد شده رو داریم نگاه می‌کنیم، میزان شغل‌های ایجاد شده در بخش‌های مختلف و جدا جدا ما بخوایم بررسی کنیم در طول ماه مثبت بود، میزان بیکاری هم کم شده بود که اینا مهمترین شاخص هست. ADP NFP هم مثبت بود. اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه شاخص رشد ناخالص داخلی آمریکا هم مثبت بود، یعنی تغییری نکرد، مثبت بود، یعنی همون رشد ناخالص داخلی 2% اگه شما نفهم همون 2% مون کم نشد، همون کم نشدنش تو این شرایط با اون رشد با اون اقتصاد بزرگی وقتی 2% رشد کنه خودش با اقتصاد عدد خیلی بزرگیه. اینها رو که بذاریم کنار هم اینا میگن که NFP احتمال زیاد باید مثبت بشه، حالا باید ببینیم که چطور خواهد شد. اما رزرو بانک استرالیا دوباره در واقع ماهانش رو بخوایم بررسی کنیم، امروز پیش بینیش برای روز 6 آگوست 6 اوت، 4 روز دیگه، اینها در واقع باید تعیین نرخ بهره رو انجام بدن که پیش بینی اینه که این عوض نشه و همین نرخ بهره بمونه. این ژاپن تولید ناخالص داخلی ژاپن در 9 اوت اعلام میشه،
که این نهم اوت پیش بینی ها اینه که تولید ناخالص داخلی 3 ماهه دوم ژاپن مثبت باشه، به خاطر اینکه یه سری پول ها در این زمانی که در این دوره‌ای که ترید وار جنگ تجاری داشت گسترش پیدا می‌کرد، خیلی از سرمایه ها منتقل شد به ژاپن و خیلی ها رفتن در بازار ژاپن، در بازار سهام ژاپن نیکی 225 سرمایه گذاری کردن و پولی که اونجا رفته احتمال میگه که با توجه به کمکی که به اقتصاد شده باشه احتمال میده که احتمال این هستش که مثبت باشه. اما جی دی پی بریتانیا رو داریم که 0.5% و این پیش بینی نمیشه که 0.5% باشه. دفعه 3 ماه مال ماهانه، البته یه چیزی عرض کنم، 3 ماهه ماه به ماهش که ماه گذشته اعلام شد، یعنی نه 3 ماهه دوم، یعنی یه ماه از 3 ماهه دو ماه اول 3 ماهه اول و ماه آخر 3 ماهه دوم که اعلام شد جی دی پی مثبت بود، اما اون به خاطر تغییر زمان برگزیت بود. این دفعه که این اتفاق افتاده و این مسائلی که اخبار که اقتصادی ما داشتیم، جی دی پی بریتانیا باید اعلام بشه که احتمال خیلی زیاد، چیزی که دادهای اقتصادی به ما میگن، احتمالی که به 0.5% نرسه هستش، یعنی رشدش تولید ناخالص داخلش پایین تر هم بیاد. خبر مهم بعدی سی پی آی که کانسومر پرایس ایندکس، یعنی شاخص بهای مصرف کننده که در امریکا و در امریکا اعلام خواهد شد و بعدش همین در آلمان خواهیم داشت و حوزه یورو. اما تولید ناخالص داخلی حوزه یورو که ما چهارده اوت خواهیم داشت، این هم پیش بینی ها اینه که، یعنی تحلیل های اقتصادی میگن که این هم به این اعداد نخواهد رسید و کمتر خواهد شد. وضعیت اقتصادی، وضعیت اشتغال و وضعیت اقتصادی در چود اسمش آلمان و حوزه یورو، در آلمان که مهمترین بزرگترین اقتصاد حوزه یورو هست الان، یه مقدار وضعیت اقتصاد وضعیت به هم ریخته شد و این تاثیراتش رو گذاشته روی وضعیت تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حوزه یورو. و پیش بینی ها اینه که اقتصاددان ها میگن که احتمال این که این دفعه ما نتونه، در واقع بریتانیا حوزه یورو نتونه به اون تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده برسه، این احتمال وجود داره. در مورد خبرهای مهم بعدی خب مسلما این خبرها همشون مهمه، اما میخوام خبرهای خیلی مهم رو بپردازیم که بعد وقت کنیم که بریم به وقت داشته باشیم که بتونیم به بازار هم برسیم. مهمترین خبرهای ماه تقریبا همینا خواهند بود. هرچند همه این خبرهایی که اینجا آوردم، حالا بعد فایل پی دی افشو نگاه کنیم، همه این خبرها خبرهای مهمترین خبرهایی که تاثیرگذار رو بازار خواهند بود، اما خبرهای اصلی که من خواستم در مورد صحبت کنم اینها بودن که برای ماه آینده خواهیم داشت. اما بریم روی چارت و سوال و جواب شما. در مورد کدوم نمادها بچا سوال دارین که ما بریم رو نمادها، سوال رو نمادها بپرسیم؟ من کوچولو سوال امینم جواب بدم که چرا ارزش دلار رو باید بیاره پایین، به خاطر اینکه پایین اومدنه که ایوب هم ظاهرا همین سوالو داشت. ایوب و امین عزیز، وقتی که ارزش نرخ، ارزش یه دولتی، در واقع ارزش چیزشو، ارزش کارنسی چی میشه، پولشو، ارزش پولش رو میاره پایین، این به این معناست که تولیدات در اون کشور ارزون تر میشن. وقتی تولیدات ارزون تر بشن، تولید که ارزون تر بشه، میزان در واقع میتونه راحت تر هزینه صادراتش میاد پایین، یعنی هزینه تولید میاد پایین، قیمت کالا ارزون تر میشه و میتونه صادر کنه. برای کشورهایی که صادر کننده هم مثل امریکا، خیلی مهمه براشون که ارزش پولشون رو بتونن کمتر نگه دارن و این همون دلیلی هم هستش که چین داره این کارو میکنه و مشکل اصلی امریکا و چین هم همون ارزش واقعی پول دیگه، که دولت امریکا میگه که شما ارزش واقعی پولتون رو پایین نگه میدارین به خاطر اینکه میخواین که در واقع یوان بیتاز با ما رقابت کنین، میخواین ما رو شکست بدین، به خاطر اینکه میخواین ما رو شکست بدین در جنگ تجاری، برای همین میگه که میخواین این کارو بکنین. اما اینکه قدرت خریدش هم با پایین تر میاد، وقتی ارزش پول بیاد پایین، قدرت خرید بیاد پایین تر، قدرت خرید دولت پایین، خب اون بله، ولی خب بس اینه که یک کشور، وقتی میگیم کشور صادراتی، یعنی میزان اعداد، یعنی بالانس تراز تجاریش بالاست، یعنی تراز تجاری میزان خریدایی که انجام میده خب خیلی کمتر از میزان فروششه، برای همین خریدش
تو اون تراز تجاری در حال تراز مثبت میشه، یعنی چون صادرات بیشتری داره حتی اگر ارزش پولش بیاد کمتر و مجبور بشه پول بیشتری برای خرید پرداخت کنه، چون تراز تجاری صادر کننده است بیشتر تبادل کننده، تو تراز تجاریش خیلی تاثیر بیشتری خواهد داشت و تراز تجاریش بالا، تراز تجاریش مثبت میشه. در مورد کدوم نماد تو سوال دارین؟ یورو یو اس دی دیگه، یورو یو اس دی، جی بی پی یو اس دی، طلا. خیلی خوب، ما بریم در مورد یورو سی اچ. خیلی خوب، ما الان یکی یکی در موردشون صحبت میکنیم. یورو یو اس دی، یورو یو اس دی، اجازه بدید من یورو یو اس دی رو پیدا کنم. این یورو یو اس دی، یورو یو اس دی، ببینید این اتفاقی که دیروز افتاد، اتفاقی که دیروز افتاد یعنی بعد از تعیین نرخ بهره که یو اس دی که چیز خیلی ارزشش بالا رفت، که دلار رفت بالا، اینجا عرض کردم خدمتتون رشدشون برعکسه، یورو یو اس دی اومد پایین، یعنی دلار، یعنی باهاش یعنی ارزش یورو، چون یورو اول دیگه، یعنی باهاش با دلار میشد یورو بیشتری خرید، ارزش یورو پایین‌تر اومد. رشد صعودی شاخص دلار، این یو اس ایندکس شاخص دلار، باعث شد که رشد نزولی دلار، رشد نزولی یورو یو اس رو داشته باشه، که با خبر امروز اومد این تحلیل تکنیکالشو که تا 61.8% رو اومد تکمیل کرد. الان یه مسئله هستش، الان ما 61.8 رو، 61.8 فیبوناچی رو بخوایم دقیق‌تر رسم کنیم، فیبوناچی رو الان سه مرتبه، یک دو سه مرتبه تا 61.8 فیبوناچی هم یورو یو اس دی اومده رسیده، اما فعلا توان بالا رفتنش رو نداشته. ما باید ببینیم که یو اس دی جی پی خود شاخص دلار چه اتفاقی میفته. این که من هی میام اینجا به خاطر اینکه این مهمه. ببینید شاخص دلار 61.8 رو شکونده و پایینتر اومده، احتمال این که چون اینو شکونده و پایینتر اومده، احتمال این که ما الان تا 71.8 هم رسیده، 71.8 تا 71.8 هم رسیده، اگر 71.8 رو فیبوناچی رو عرض بکنم خدمتتون، اگر ما بتونیم از این قیمت، بذارید من اینو بیارم پایین تر، الان اگر دلار بتونه 92.8 رو بگذرونه که 61.8% فیبوناچیه، این سطحه، نه ماله، ببخشید، خب این الان ببینید این 98 98.31 98.31 161.8 فیبوناچیه، اما یعنی اومده 161.8 فیبوناچی رو اومده عبور کرده 90، یعنی 100 شکونده که از این قسمت اومد این اصلاحیه رو انجام داد. این شاخص دلاره، شاخص خود ارزش دلاره. الان روی تحرک دیروزمون ما 61.8 رو گذروندیم، 98 برای دلار ارزش دلار 98، سطح 98 سطح مهم کلیدی حساب میشه. اگر این 98 بگذره، یعنی بیاد از این پایینتر، یورو یو اس دی رو ما رشد صعودیش رو ادامه خواهیم داد، که اون هم شکسته شدن 98 یورو یو اس دی ایندکس برابر خواهد بود با شکسته شدن دوباره 61.8% فیبوناچی یورو یو اس دی، که اگه این بشکنه یورو یو اس دی میتونه سعودی باشه. اما بس اینه که در حالت کلی، در چارت کلی، در چارت 4 ساعته و در چارت روزانه، یورو یو اس دی همچنان در وضعیت منفی، وضعیت منفیش هم وضعیت منفی خیلی، وضعیت منفی که میتونه خیلی ادامه داشته باشه، یعنی چیزی که داره نشون میده اینه که وضعیت منفیش میتونه ادامه داشته باشه. الان ما در یورو یو اس دی، در وضعیت یورو یو اس دی، وضعیت یورو یو اس دی رو خیلی من فعلا روندش رو نزولی پیش بینی اینه که در چارت بزرگتر نزولیه. حتی در چارت یک ساعت هم شما میبینید که، یعنی در چارت کوتاه مدت یک ساعت هم شما میبینید که تازه رفته این بالا. برای یورو یو اس دی 1.11 که میشه اینجا،
این صد میشه 1.11، این صد میشه 1.11. 1.11 برای یورو USD الان سطح مقاومت روانیه، روانشناسیه. 1.11 بشکنه میتونیم شاید تا صدش رو بریم بالا، که این احتمالش هم هستش که ما تقریبا یه تمام 500 پیپ دیگه هم بیایم بالا، این احتمالش هستش که ما تا اینجا هم بیایم بالا. اما بعد از این روش دوباره بعد از این پیش بینی اینه که به روند نزولی خودش برمیگرده و دلار در دراز مدت، یو اس دی ایندکس در دراز مدت روند نزولی. الان می‌بینید 98.5 رسیده، یعنی تو همین چند دقیقه صحبت می‌کردیم، و اگه 98 رو بگذرونه و یورو یو اس دی هم بتونه 1.11 رو بگذرونه، 65 هم فیبوناچی رو بگذرونه، میتونه تا 1.1150 بره. ولی در کل روند در دراز مدت روند نزولیه. در مورد جی بی پی یو اس دی، جی بی پی یو اس دی کلن وضعیت جی بی پی یو اس دی فعلا روند نزولیه. یعنی شما در هر چارتی نگاه کنید، در روند چارت یک روزه هم نزولیه، در چارت چهار روزه هم نزولیه، در چارت یک ساعت هم نزولیه، در چارت یک ساعت تازه اومده رو خط آرسای. جی بی پی یو اس دی وضعیتش در کل وضعیت نزولیه. این یه مقداری هم که امروز در واقع باعث شد که یه مقدار رفته بالا، بخاطر ارزش بازی‌های ارزش دلاره، یعنی بخاطر گیمی که داره دلار بازی میکنه. ولی جی بی پی یو اس دی وضعیتش به خاطر اینکه تا زمان مشخص نشدن وضعیت برگزیت، ارزش پوند فعلا امیدواری نسبت به ارزش پوند نیستش، یعنی فعلا امیدواری چندانی در بازار وجود نداره که ارزش پوند رشد کنه، رشد داشته باشه. برای همین فعلا جی بی پی یو اس دی رو نزولی میتونیم روندش رو بگیم. در مورد طلا، در مورد طلا ببینید بچه‌ها، طلا رابطه مستقیمی با ارزش دلار داره. بس اینه که با اتفاقی که دیروز افتاد طلا صعود کرد به دو دلیل، یکی رابطه برعکسی که با دلار داره، یکی نگرانی‌های بازار. ببینید رابطه عکس دلار، رابطه عکسش با دلار یعنی اینکه هر چقدر شاخص دلار میاد پایین طلا میره بالا، برعکس در واقع اتفاقی که در روز گذشتهش افتاد که طلا از 1437 که سطح الانیش از تقریبا صعود کرد به 1400، تقریبا 1400 رسید، برعکس روند روز گذشته. دیشب بعد از این که تعرفه‌های جدید آقای ترامپ اعلام شد برای چین که باعث شد که ارزش دلار بیاد پایین، طلا یه جامپ خیلی زیادی داشت تا 1500 هم رفت، 1409 و خورده تا 1450 دلار، تا نزدیک 1450 دلار هم، یعنی 1449 خورده شد، 1449.50 نزدیک 1450 دلار هم شد، اما دوباره برگشت به هولوش 1430. بحث اینه که ارزش دلار فعلا سعودی همچنان پیش بینی میشه به دو دلیل، یکی اینکه پایین رفتن ارزش دلار که اتفاقی که افتاد، و دوم اما مهمتر از این مسئله، مسئله جنگ تجاری هستش، که این جنگ تجاری باعث شده که مسئله رو که ایجاد کرده باعث شده که نگرانی ها در بازار افزایش پیدا کنه، و این افزایش نگرانی ها باعث میشه که کاری که این افزایش نگرانی ها باعث میشه که پول ها رو دوباره مردم، یعنی سرمایه، از بازار سهام برن به بازار طلا. بازار سهام و بازار طلا معمولا رابطه برعکس دارن، معمولا، این همیشگی نیست، یعنی وقتی که حال بازار سهام خوبه حال طلا خرابه، معمولا اینطوریه، و حال طلا وقتی خوبه یعنی اینکه حال بازار سهام خرابه، که مردم پولاشونو دارن میارن رو طلا. این در حالت کلیت ولی قطعیت نیستش. این در مورد وضعیت طلا فعلا پیش بینی میشه که با این وضعیت مثبت بشه، مگر اینکه یه مسئله، امروز NFP رو داریم، اگر NFP مثبت بشه که پیش بینی هم میشه که مثبت بشه، اگر مثبت بشه وحشت امروز دوباره در واقع ما شاید تا 1400 هم برسیم اگر NFP مثبت بشه، اما اگر NFP هم منفی بشه در این شرایط 1500 اونقدر زیاد دور از دسترس نیستش برای طلا. این در مورد طلا.
خب یورو جی بی پی، با توجه به هر دو سناریوی ماندن یا خروج بریتانیا از یورو، یورو جی بی پی رو من یورو جی بی پی رو وضعیت نزولیه، یعنی در یورو جی بی پی روندش برعکس جی بی پی یو اس دیه معمولا، این هم قطعیت نداره، عمومیت داره. یورو جی بی پی پیش بینیش اینه که رشد کنه، یورو جی بی پی یعنی روند صعودیش رو پیش بینی اینه که ادامه بده، به خاطر جدا از بحث، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دلیل اینکه احتمال داره رشد کنه به خاطر چیزه، یعنی رشد کنه بیشتر به خاطر اینکه ارزش پوند داره میاد پایین، اما چون ارزش دلار هم، ارزش یورو هم، ببخشید ارزش یورو هم، خود ارزش یورو هم زیاد اونقدر قابل اعتماد نیست، رشدش میتونه یه خورده کنتر باشه، اما پیش بینی که فعلا صعودی باشه به خاطر پایین اومدن ارزش پوند، مخصوصا اگر 14 اوت که ما جی دی پی تولید شاخص تولید ناخالص داخلی بریتانیا رو داریم، اگر اونم منفی بشه که پیش بینی اینه که منفی بشه، رشد یو اس جی بی پی، یورو جی بی پی بیشتر هم خواهد شد. این در مورد یورو جی بی پی با توجه به شرایط، با توجه به شرایط وضعیت برگزیت. USD ترکیش لیر لیر ترکیه در چند روز گذشته، بذارید من یه چارت بلندتر بگم. ببینید بچه‌ها، لیر ترکیه اتفاقی که براش افتاد، ما حتی لیر ترکیه اینجا، لیر ترکیه بالاترین سطحش رو، لیر ترکیه بالاترین سطحش رو در تاریخ که 6 و 30 بود، ماه می 2019 داشتیم، الان یعنی ماه پنجم، الان ماه نهم هستیم، ماه هشتم هستیم، ماشید 4 ماه قبل این به 6 و تقریبا 30 هم رسید. از اون موقع به بعد، دلیل این که از اون موقع تا الان صعود نزولی بوده به دلیل این بود که شروع انتخابات در، میدونید که در انتخابات شهرداری ها در ترکیه برگزار شد، در انتخابات شهرداری ها دولت، حزب حاکم شهرهای مهمی مثل استانبول، مثل آنکارا، ازمیر و چند تا شهر مهم ترکیه رو، حزب حاکم اینو به چیز باخت، به حزب مخالف باخت، یعنی حزب HDP اگه اشتباه نکنم بهش میگن، HDP اگه اشتباه نکنم، مطمئن نیستم، حزب مخالفشون اومد به حزب مخالفشون باخت، البته اونم ائتلاف کرده بودن که شهردار ترکیه آقای امام اوغلو شد، شهردار استانبول آقای امام اوغلو شد، که پیش بینی میشه که یه سکوی پرتوی بشه براش که بشه برای شرکت کنه انتخابات ریاست جمهوری. از اون زمان به بعد یه چیز ما داشتیم، از اون زمان به بعد کلا رشد ترک دلار، ارزش چیز لیر رفت بالا. برای فعلا در کوتاه مدت، برای فعلا پیش بینی با توجه به اینکه الان داره ارزش، یعنی الان در حال حاضر داره ارزش دلار میاد دوباره پایین، پیش بینی اینه که فعلا ما همچنان یه مقدار رشد نزولی اینو داشته باشیم، یعنی روند نزولی ادامه بده. با اینم که می‌بینید در ادامه روندیه که اتفاقی که در برای دلار افتاده. اما در کل با توجه به اینکه تحریم‌های جدیدی رو می‌خواد امریکا برای ترکیه بذاره، که تحریم‌ها زیاد مهمی هم نیستن، در مورد فقط بحث نظامی، تحریم‌های تسلیحات نظامی، اما شاید تأثیری داشته باشه و یه مقدار نزولی باشه، ولی در حال حاضر چیزی رو که در حال حاضر می‌بینیم وضعیت نزولیه، یعنی فعلا در حال حاضر وضعیت بخش میگم نزولی سعودیه، چیزی که در حال حاضر داریم میبینیم فعلا در یک چارت دراز مدت نزولی، اما در چارت کوتاه مدت، در چارت 30 دقیقه و یک ساعته فعلا صعودی. این وضعیتیه که برای پوند، برای ترکیش لیره، اما برای یو اس دی تی ار وای. اما در دراز مدت فعلا ما نزولی رو داریم به خاطر اینکه حزب مخالف برنده شده و اینها یه سری تغییرات در سیاست‌های پولی هم میخوان ایجاد کنن و این تغییرات که در سیاست‌های پولی هم دارن ایجاد میکنن و وضعیت دموکراسی دارن وضعیت بهتر میکنن، اینها یه سری دیدها رو نسبت به ترکیه، آینده ترکیه چیزتر کرد.
دیدها رو نسبت به آینده ترکیه به آینده اقتصاد ترکیه بهتر کرده و برای همین هم هستش که میگیم که پیش بینی میشه که فعلا در دراز مدت نزولی باشه. این در مورد یو اس دی تره و دلیلش. برای پوند دلار تا چه مقدار میشه پیش بینی کرد؟ گفت خواهد کرد. راستش یونس جان نمیتونم، نمیدونم والا عدد چی بگم، نمیتونم به شما من عدد بگم، نه میدونم نه اجازه شده دارم که بگم تا چه عددی، ولی در حالت کلی میتونم این عرض کنم خدمتتون که تا وضعیت برگزیت مشخص نشه، تا وضعیت برگزیت مشخص نشه فعلا پوند روندش نزولیه، یعنی برگزیت باید وضعیتش مشخص بشه تا روند پوند مشخص بشه. اویل و در مورد اویل امین الله، اویل و یورو جی پی وای، یورو جی پی وای من اینجا نگاه کنم، یورو جی پی وای از من اینجا این یورو جی پی وای، یورو جی پی وای در چارت 4 ساعته کاملا داره نزولی نشون میده، در چارت روزانه هم کاملا داره، یعنی الان فعلا ما یه در روند نزولی شدید هستیم، فعلا هم در چارت روزانه هم در چارت 4 ساعته کاملا روند نزولیه، الان دیگه فروش بیش از حد هم رفته، یعنی الان ما شاید بتونیم یه توی چارت 4 ساعته میتونیم بگیم شاید یه اصلاحیه بتونیم داشته باشیم، چیزی که الان استوکاستیک میگه که اصلاحیه خواهیم داشت، چون روند فروش در منطقه فروش بیش از حد قرار داریم در و در یک روند نزولی قرار داریم، استوکاستیک این نمیتونه، این به معنی تغییر روند نیست اما میتونه به معنی یه اصلاحیه باشه، چیزی که اینجا هم اتفاق افتاده، چیزی که اینجا هم سیگنال شده اتفاق افتاده و الان داره میگه که میتونیم یه اصلاحیه داشته باشیم، اما فعلا در چارت های 4 ساعته 1 ساعته و حتی 30 دقیقه فعلا روند نزولیه برای یورو جی پی وای. اما در مورد نفت، در مورد وضع نفت یو اس اویل، این یو اس اویل وضعیت نفت، ببینید بچه‌ها وضعیت نفت جز اونایی که تحلیل فاندامنتال شاید روش تاثیر بیشتری بذاره تا تحلیل تکنیکال، جز اون دست نمادهای اینطوریه که نمادهای مورد علاقه من هست شخصا. نفت وضعیتش بحثش چیه؟ وضعیت نفت به اقتصاد بستگی داره دیگه. دلیل اینکه دیشب نفت افت شدیدی داشت همین خبر ناگهانی توییت آقای ترامپ بود که توییت آقای ترامپ باعث شد که دیشب نفت شدیداً افت پیدا کنه به خاطر نگرانی از وضعیت اقتصادی. نگرانی از وضعیت اقتصادی، رشد اقتصاد یعنی که خریداران نفت کمه و خریداران نفت باعث میشن که قیمت نفت هم بیاد پایین. فعلا تا زمان در حال حاضر با توجه به این که البته چیز هم با توجه به این که بانک مرکزی هم این مقدار ناامید کرد بازار رو در ارتباط با اقدامات تسهیلی اضافه، بازاری هم نسبت به مسئله ناامید شدن و این مسئله پیش اومد، فعلا نفت رو کانال نزولی قرار داره و مثلا که لول خیلی 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 مهم 54.80 که خیلی براش مهم بود، 54.80 هم شکونده و الان ما توی روند نزولی قرار داریم. لول 54.80 که اینجا هستش، این 54.80 لول خیلی مهم چیز بود، لول خیلی مهمی بود که 54.80 شکستی شد و ما حتی تا 53.60 هم رفتیم. این لول شکسته شده و میبینید که الان در چارت روزانه اگر ما بخوایم نگاه کنیم در چارت روزانه کلا در وضعیت نزولی قرار داریم. وضعیت نزولی چارت روزانه داره الان میگه که ما این روی روند هستیم و احتمالاً زیر این خط خواهیم، یعنی زیر 54.80 زیر 54.80 که حرکت کنیم روند نزولی تاییدی بیشتر روند نزولی رو خواهیم داشت. در چارت کوتاه مدت‌تر کاملا این مسئله قابل مشاهده است، می‌بینیم که در چارت کوتاه مدت‌تر هم RSI هم استوکاستیک هر دوتاشون دارن میگن وضعیت نزولیه. برای نفت هم فعلا این به خاطر وضعیت اقتصادی که پیش اومده، برای نفت هم فعلا وضعیت نزولی رو پیش بینی می‌کنیم به خاطر اینکه جی دی پی حوزه یورو هم احتمال داره چون منفی بشه، دیدهای اقتصادی دیدها به رشد اقتصادی زیاد
مثبت نیست و عدم رشد اقتصادی باعث نزول وضعیت نزولی برای نفت میشه. خب بذار من از بالا بیام پایین که یو اس دی ترکیش لیرا رو که گفتیم، دوست دیگه هم یو اس دی ترکیش لیرا چطور شاخص ارز اصلی داشته باشیم، چطور شاخص ارزهای اصلی رو داشته باشیم در چارت؟ والا چطور داشته باشیم یعنی که منظورتون چیه؟ شاخص های ارز اصلی رو میتونید از وارد کنید دیگه، میتونید در مثل شاخص مثل تمام سهام یا مثل جفت ارزهای دیگه میتونید اونم وارد چارتتون بکنید، دارید در متا ترید 4 و 5 دارید و سعی کنید حتما ازش استفاده کنید. یک 1490 که ببینید این که اکتبر 2016 که برای این که در موقع اون به خاطر رأی ناگهانی برای خروج از اتحادیه اروپا بود که اون اتفاق افتاد برای جی پی وای و برای جی بی پی، و این که دوباره به اون سطح برسه یه مقدار بعید میدونم، ولی فعلا روند نزولیه. این انتخاباتی که احتمال داره که بوریس جانسون برگزار کنه، یعنی اگر به این مسئله برسن، این باعث تقویت پوند البته میشه اگر به بس چیز برسن، اگر بس انتخابات دوباره برسن. یورو جی پی وای با ان اف پی احتمال داره برای یه روند رو بالا داشت باشه؟ بله، بستگی به اینکه وضعیت ان اف پی چطور باشه، این ارزها جامپ ها و صعود و سقوط خیلی زیادی ایجاد میشه توش. شهناز پرسید که سلام، من تازه کارم و خیلی موارد رو متوجه نمیشم، لطفا راهنمایی کنید که چیکار کنم. شهناز جان شما بهترین کار اینه که ما الان داریم وبینارهای گذشته رو کانال تلگرام میذاریم مرور کردن. خب شما رو کانال تلگرام عضو حتما کانال تلگرام باشید، وبینارهای گذشته رو هم حتما نگاه کنید، رو کانال تلگرام هم هست، روی کانال یوتیوب ما هم هستش. لطفا هم وبینارهای گذشته رو نگاه کنید و هم اگر امکان نگاه کردن براتون نیست، ما هر هفته داریم مرور میکنیم و پنجشنبه‌ها طبق نظرسنجی که از شما کردیم پنجشنبه ها داریم وایس وبینارهای گذشته رو میذاریم، ام پی 3 وبینارهای گذشته رو میذاریم، اونا رو اگر نگاه کنید شما خیلی مطمئنا به دردت میخوره. در قسمت ایندکس فقط شاخص دلار هست؟ بله فقط شاخص دلار هست. شما شاخص غیر از دلار رو میخواید؟ شاخص دلار شاخص مهمه، بقیه شاخص ها به دردتون نمیخوره آقای امین. شما مهمترین شاخص تو که تو دلارها ارزها شاخص مهمترین شما شاخص دلار، شاخص دلار که وارد کنید این بیشتر کارتون رو انجام میده. بله اونا تو متا تریدر نیستن، برای اینکه شاخص پوند، شاخص ین و شاخص دلار هست، فقط شاخص پوند و ین و این بقیه ارزها نیست، شاخص دلار هست و شاخص دلار مهمه. اینکه شاخص‌های دیگه اگر براتون مهمه و می‌خواید داشته باشید، اونا رو می‌تونید از investing.com، از رو سایت investing.com می‌تونید که اونا رو هم داشته باشید. یورو CHF، یورو CHF، امین الله یورو CHF رو خواسته، اجازه بده یورو CHF رو من باید پیدا کنم امین الله جان. یورو CHF اینم بپردازیم بهش و از خدمتتون مرخص بشیم. USD CHF رو داریم، USD CHF رو داریم، USD اینو من ببندم، یورو CHF بذارید من یورو CHF رو از اینجا براتون پیدا کنم. بچه ها من تا یورو سی اچ اف رو چارت پیدا کنم و بگم، من خواهشم اینه که در مورد وبینارها اگر نظری دارید و پیشنهادی دارید در مورد موضوعای وبینارها، در مورد وبینارهای ماهای آینده، در مورد اینکه این وبینارهایی که داشتیم سطحش چطور بود، آیا رضایت داشتید یا نه و اینها، لطفاً اینا رو با ما در جریان بذارید، از طریق ایمیل، از طریق کانال تلگرام، هم با من هم با همکارای ما در جریان بذارید. ما نیاز داریم که نظر شما رو بدونیم، چون با نظر شماست که میتونیم وبینارهای
وبینارهای جدیدی که برگزار میکنیم هم موضوعش موضوع مناسبی باشه برای شما و هم سطح کیفیتش رو بدونیم چه کیفیتی نیاز دارید. در مورد یورو سی اچ اف، یورو سی اچ اف، این یورو سی اچ اف، یورو سی اچ اف چیزی که میبینیم در کاملا رو روند نزولی هستیم. روند نزولیه و من پیشنهاد خرید فعلا بهتون نمیدم روی این روند. برعکس روند حرکت نکنه، هم زیر میانگین حرکتی ببینید الان برای مدت زمان حتی مثلا در چارت 30 دقیقه هم در چارت یک ساعته ببینید. یه موضوعی که بذار من رنگ اینو عوض کنم براتون، بولینگر بنز، بذار من رنگ اینو چه رنگی کنم، اینجا قرمز کنم. ببینید این بالای بولینگر در چارت یک ساعته و در چارت 4 ساعته مدت زمان خیلی طولانی زیر باندهای بولینگر داره حرکت میکنه، فقط یک کوتاه اینجا اومده بالا، ولی در کل ببینید که کاملا زیر بالا بین بال میانی و بال پایینی داره حرکت میکنه. در شارت روزانه کاملا زیر بال میانه و بین بال میانه و بال پایینی داره حرکت میکنه. در شارت یک ساعت هم همینطور، در شارت 30 دقیقه هم همینطور. فعلا RSI هم داره میگه منفی، استوکاستیک هم داره میگه منفی. فعلا روند نزولیه روی یورو سی اچ اف. دوست عزیزی که پرسیده بودن، امین الله عزیز، خیلی دوستان در مورد وبینارهای آینده اگر سوالی مونده که نتونستم جواب بدم، خواهشاً سوالاتتون رو بفرستید به از طریق ایمیل برای ما سوالاتتون رو بفرستید. من مطمئن باشید که از طریق ایمیل به سوالاتتون جواب میدم. بچه‌ای که ایمیل میفرستن شاید بعضی وقتا با 2-3 روز تاخیر، ولی حتما به سوالا جواب میدم. وبینار هفته آینده پرایس اکشن خواهد بود. 30 دقیقه در مورد پرایس اکشن صحبت خواهیم کرد و 15 دقیقه در مورد تحلیل آنلاین بازار خواهد بود. بعدی مقدمه بر اوتو چارتیست، اینکه اوتو چارتیست چیه و چطور میتونید ازش استفاده کنید برای اونایی که استفاده نکردن، مخصوصا برای اون خانم عزیزی که گفته بودن تازه کارن، اونا شما میتونید از اوتو چارتیست استفاده کنید. این خیلی میتونه بهتون تو معاملاتتون کمک میکنه. بعد در مورد فراکتالز خواهیم داشت و همینطور محدوده با معامله با سی سی آی و محدوده ویلیامز. اینها رو شرکت کنید بچه ها، وبینارهای ماه آینده رو مطمئن باشید به دردتون میخوره. بچه ها نظراتون رو، آقای علیرضای عزیز مرسی، از علیرضای عزیز مرسی از نظر خوب گرمت، نظراتون رو لطفاً به کانال تلگرام ما و به ایمیل ما بفرستید که ما اونجا داشته باشیم، چون روی این چت این الان وقتی که بسته میشه از بین میره و من نمیتونم دسترسی بهش نخواهم داشت. ممنون میشم. در مورد موضوعات هم بچه ها پیشنهاد اگر دارید برای موضوعات، چون من ته هفته آینده موضوعات ماه سپتامبر رو باید مشخص کنم که بعد تاییدیه بگیریم و غیره و غیره، لطفا موضوعاتون برای ما بفرستید. پیروز باشید و ماندگار و مرسی از همتون که بودید، هستید و در وبینار شرکت کردید. امیدوارم که هفته پیش رو هفته پر از شادی و موفقیت باشه، هم برای شما در کارتون و هم برای خانوادتون در زندگی. یا حق، و تا هفته آینده خدایا رو نگهدارتون باشه.